از دور، از نزدیک. با درود دیگه برنامه این هفته از دور از نزدیک رو آغاز میکنیم. من هم به شما درود میفرستم و امیدوارم از مجموعی که برای این برنامه در نظر گرفتیم خوشتون بیاد. و اما نمونه ای از گزارش ها و گفتگوهای این برنامه. یه روز همون اوایل سفرم به تهران تو ایستگاه اکباتان سوار مترو شدم. دو یا سه ایستگاه بعد دختر بچه از دری که درست روبروی من بود وارد قطار شد. دوران جمشید، یکی از پادشاهان افسانه‌ای ایران زمین، دوران تابندگی و درخشش زندگی در زمان پیشدادیان است. تهران سراسر شده بیلبوردهای تبلیغاتی و فضای فرهنگیش از بین رفته. تو ایران یه اشکالی که برای ما پیش میاد اینه که وقتی کمدی میفروشه همه میرن کمدی میسازن، وقتی اجتماعی میفروشه همه میرن اجتماعی میسازن. کشورهای اروپایی خیلی وقته دنبال این هستن که تغییرات بنیادی در سیاست پناهندگیشون به وجود بیارن و دارن میارن. در ماه مهر هستیم و نخستین ماه فصل پاییز. بله خانم هاشمی، 16 مهر ماه روزی هست که نام ماه و نام روز هر دو مهر هست و از این رو هفتمین جشن 12 سال برگزار میشه، جشن مهر یا مهرگان. و همینطور دلیل دیگه‌ای هم برای برگزاری این جشن هست که شما در گزارش خودتون اونو بیان کردین. به اتفاق این گزارش رو میشنویم. بهار و تابستون نیمی از سال رو پشت سر گذاشتیم. نخستین ماه پاییزی مهر ماه فرا رسیده و با اون هفتمین جشن از جشنهای 12 سال فرا میرسه، جشن مهر یا مهرگان که پس از نوروز بزرگترین جشن ایرانیان هست. گرچه این جشن به مانند دیگر جشنهای 12 سال به فراخور برابری نام روز مهر روز با نام ماه مهر ماه در 16 مهر ماه برگزار میشه، اما بسیاری از داده های تاریخی برای نمونه از طبری، بیرونی، گردیزی، تبریزی و فردوسی انگیزه دیگر برگزاری این جشن رو پیروزی مردم ایران به رهبری فریدون و کاوه بر آژیدهاک، ضحاک میدونند. دوران جمشید، یکی از پادشاهان افسانه‌ای ایران زمین، دوران تابندگی و درخشش زندگی در زمان پیشدادیان است. زمانی که مردم به زدن خشت و ساختن ایوان و گرمابه و شهر، جامها و آوندهای سفالین، بافتن ابریشم، کتان و پنبه، برآوردن گوهرها از دل سنگ، ساختن کشتی، بو، عطر، می و دیگر زیبایی ها دست یافتند. خوشی که در آن دوران به نهایت رسید، آژیدهاک روزگار خوش را در نوردید و ضحاکیان 1000 با ستم در ایران زمین فرمان روایی کردند. رفته رفته مهر و خرد نهان و بیمهری و بیداد آشکار گشت. شوربختی مردم که به نهایت رسید، یک کارگر ساده که تا آن زمان کسی او را نمی شناخت، کاوه آهنگر، مردم را به خیزش فرا می خواند. مردم با دیدن کاوه بر ترس خود چیره شده و به یاری او به پا می خیزند. فریدون که از بازماندگان جمشید است و در این دوره
پنهان میزیسته وارد میدان میشود. همه دست در دست هم دوران ستم را به پایان رسانده، آژیداهاک ضحاک رو در کوه دماوند زندانی می کنند. روز پیروزی که مهر روز از مهر ماه 16 مهر ماه است رو جشن گرفته و هر سال به یاد آن جشن مهر یا مهرگان رو برگزار می کنند. فردوسی در شاهنامه به روشنی به این جشن و پیدایش اون در دوران پادشاهی فریدون اشاره می کنه. به روز خجسته سر مهر ماه به سر برنهاد آن کیانی کلاه. زمانه بی اندوه گشت از بدی، گرفتند هر کس ره بخردی. دل از داوری ها بپرداختند، به آیین یکی جشن نو ساختند. نشستند فرزانگان شادکام، گرفتند هر یک ز یاقوت جام. می روشن و چهره شاه نو، جهان نو ز داد از سر ماه نو. بفرمود تا آتش افروختند، همه انبر و زعفران سوختند. پرستیدن مهرگان دین اوست، تن آسانی و خوردن آیین اوست. کنون یادگاری است از او ماه و مهر، بکوش و برنج ایچ من مای چهر. مردم از شاه تا کشاورز به یاد آن رویداد دلنگیز با مهر به پیروزی رسیدن، به دستفشانی و پایکوبی می پردازند. با فرا آمدن خورشید یکی از سپاهیان بیرون از کاخ پادشاهی ایستاده فریاد می زند: ای فرشتگان، به زمین آیید و زشت کاران را برانید. پادشاه بار عام می دهد و پیشکشها به درگاه همایونی می شود. آفرین خانی و رسیدن پیک خجسته به دربار شاهی در کنار دیگر آیین ویژه این روز در پیشگاه خان مهرگانی انجام می شود. مرغ شکمپر از خوراکی‌های ویژه مهرگان است. ایرانیان در این روز می نوشند، می خورند و تا پاسی از شب به دستفشانی و پایکوبی می پردازند. شادباش های ویژه به فراخور فرارسیدن جشن مهر، مهرگان، برای همه شما آرزوی مهر ماهی مهرگونه می کنم. همچون مهر، مهربان و پیروز باشید. گزارش مهرگان رو از بهمن چهلمیرانی شنیدیم و حالا بخشی از ترانه زیبای نسیم مهرگان با صدای مهرپویا رو میشنویم. نسیم سرد مهرگان رمرگ گل خبر دهد، غروب عشق و زندگی به قلب غنچه پانه ها. از این غم سرابا گشته این گلدار دیبا، چون مدار آردوها فقان شکست در گلو، به گریه مرغ آردو
به گل به مهنت خدا دگر نمانده رنگ و بو از این غم در آبا گشته این گلدار زیبا چون مزار آردوها شما مرغ چمن غم دیگر نمیخواند زان سرمستی اثر دیگر نمیماند گشته این گلدار زیبا چون مزار آردوها. و حالا گزارشی داریم از همکارمون پروین افتخاری در مورد دستفروش‌ها در ایران که برای این هفته از دور از نزدیک تهیه کردم. به نظر من دستفروشی چه در داخل و چه در محوطه بیرونی متروها یا در پیاده روهای شهر تهران گوشه های کوچکی از زندگی حداقل قشری از مردم تهرانه. من امروز میخوام گوشه های کوتاهی از دیده هام رو از دستفروش های تهران برای شنوندگانمون تعریف کنم. یه روز همون اوایل سفرم به تهران تو ایستگاه اکباتان سوار مترو شدم. دو یا سه ایستگاه بعد دختر بچه از دری که درست روبروی من بود وارد قطار شد. چون وسط روز بود و قطار تقریبا خلوت متوجه شدم تنهاست. هنوز فرصت تعجب کردن پیدا نکرده بودم که دیدم بدون اون که حرفی بزنه دستای کوچیکش رو که در اون چند دستمال کاغذی و چند جعبه اسباب بازی بود طرف مسافرها گرفت. لباس و سروز این دخترک به قدری مرتب و تمیز بود که باورم نشد دست فروشی میکنه. همزمان متوجه شدم یک کیسه هم که توش دستمال کاغذیه توی دستشه و سایکی هم روی دوشش. جنسش رو تبلیغ نمیکرد، کاری که به طور طبیعی همه فروشنده ها میکنن. فکر کردم لاله. به من نزدیک بود، دستی به شونش زدم، برگشت، چند تا دستمال کاغذی در حدی که تو کیفم جا میگرفت ازش گرفتم و پول رو به دستش دادم. گفت اینقدر خورد ندارم. فهمیدم لال نیست. گفتم بقیهش مال خودت. گفت نه. بگذاریم که بالاخره چجوری مسئله رو حل کردیم. گفتم چند سالته؟ گفت 8 سالمه. پرسیدم مامانت تو کوپه بغلیه؟ گفت نه، تنها اومدم. دستی به موهاش کشیدم. مسافری صداش کرد، لبخندی زد و رفت. وسایلی که توی دستش بود و دستمال کاغذی توی کیسش فروخته شده بود. وقتی قطار ایستاد پیاده شد. نگاهم دنبالش کرد، تنها به طرف پله‌های برقی رفت. انگار اشکام بی اختیار ریخته بود. خانمی که بغل دستم نشسته بود دستی به شونم زد و گفت اینجا زندگی نمی کنی نه؟ حالا دیگه بچه های دستفروش هم تو متروها کم نیستند. معلوم بود روز اول کارشه که خجالت میکشه تبلیغ کنه. حالا هر وقت میخوام از دستفروش‌های تهران برای کسی حرف بزنم چهره دخترک در نظرم مجسم میشه. یکی از پدیده‌هایی که در ظرف حدود کمتر از 2.5 سال قبل که من در ایران بودم با اون مواجه شدم این فروشنده‌های کوچیک داخل مترو بودن. به صدای این پسر بچه که شاید 9 سال بیشتر نداشت و جنسش رو تبلیغ میکرد گوش کنیم. خانم باطل، کسی قسمت قصد خرید داره بهش بدم؟ پریده جدید دیگهی که من داخل مترو دیدم دخترهای جوان آرایش کرده با لباسهای شیک و مرتب بودن که کیسه ها و یا ساکهایی رو که مملو از اجناس قابل فروش در مترو بود با خودشون از این کوپه به اون کوپه می بردن. فروش این نوع وسایل در مترو از سالها پیش شروع شده، اما سر و وضع بعضی فروشنده ها و جوان بودن اونها برای من تازگی داشت. اگه غروب سوار مترو بشید در نگاه اونها وقتی که دیگه راهی خونشون هستن و پلاستیکا و ساکاشون رو جلوی پاشون گذاشتن تا به مقصد برسن
و یا از طرز راه رفتن اونها وقتی پیاده میشن و اون پلاستیکا و ساکا رو دنبال خودشون میکشن به خستگی و غم درون اونها تا حدودی میشه پی برد. به خصوص که با زیاد شدن تعداد این فروشنده ها باید بیشتر کار کنند و برای تبلیغ بیشتر داد بزنند. با سوال از افراد مختلف متوجه شدم بعضی ها دست فروشی کار تمام وقتشونه، بعضی ها کار دومشون، بعضی ها هم محصل یا دانشجوان که این کار بعد ساعت درسیشونه. دیدن این دخترای جوان نشونگر مشکلات مادی طبقه یک که شاید بشه گفت روزی طبقه کمی بالاتر از متوسط بودن و هنوز هم به حساب میان. من شاهد صحنه های هم در میان این فروشنده ها بودم که برای من تازگی داشت و اینو همدردی در میان انسان هایی که درد هم رو به خوبی حس کردن میدونم. چقدر زیبا بود و انسانی. میدونید که کوپه های زن ها و مردا جداست. فروشنده های زن مطلقاً اجازه ورود به قسمت مردا رو ندارن، ولی گاهی مردا برای فروش اجناسشون به قسمت خانوما میان. یه بار مردی که چشماش خوب نمیدید و زبونش هم کمی میگرفت با یه پلاستیک که در اون لواشک‌های شکلاتی میفروخت وارد کوپه خانوما شد. همه ساکت شدن. مرد با همون لکنت زبون جنسش رو تبلیغ کرد. بعد همه فروشنده‌های داخل کوپه به جای تبلیغ جنس خودشون شروع به تبلیغ لواشک‌های شکلاتی عباس آقا کردند که شکلات‌های عباس آقا رو بخرید، خیلی خوشمزه است. و شکلات‌های عباس آقا که خجالتی هم بود و سرش رو پایین انداخته بود همه فروش رفت و عباس آقا با لبخندی روی نیمکتی که به او جا داده بودند تا توقف قطار تو ایستگاه بعدی نشست و بعد همونطور که سرش پایین بود پیاده شد. معمولا وقتی بچه ها هم برای فروش جنس به داخل قطار میان، تا جایی که من دیدم دست فروش های دیگه اجازه میدن اونها بیشتر تبلیغ کنن و کمکشون میکنن و مردم هم بیشتر ازشون خرید میکنن. با دیدن این صحنه ها بارها پیش خودم فکر کردم کاش تا وقتی این پدیده از بین نرفته این مهربونی ها هم از بین نره، مبادا کم کم برای دست فروش ها و مردم عادی بشه و دیگه رعایت ضعیفترها فراموش بشه. قبل از اون که کمی هم از مسائل جدیدی که در میان دست فروش های خیابون دیدم تعریف کنم، میخوام از صحنه ای که توجه هم رو جلب کرد براتون بگم. زنی که بیرون بازار ایستاده بود و تنپلوت میزد و به این وسیله امرار معاش میکرد. من با اجازه خود این زن هنرمند فیلم کوتاهی ازش گرفتم که بد نیست بشنویم. به طور ناباورانه دست فروشی در تهران افزایش پیدا کرده، به خصوص در پیاده روی خیابون ها وسط شهر و پیاده روهای چهارراه‌ها قدم به قدم دست فروشیه. البته در بالای شهر این ازدحام رو شما نمی بینید و چیزی که من 2 سال پیش ندیده بودم و برام تازگی داشت وجود تعداد قابل توجهی از فروشندگان زن بود که علاوه بر فروش اجناس متداول کارهای هنری اونها رو هم مثل نقاشی، مجسمه سازی و ده‌ها هنر دیگه که برای فروش گذاشته بودن میشد دید. یکی از دوستان که تعجب من رو از دیدن ازدیاد دست فروش ها در خیابونای تهران دیده بود توصیه که از سریم به میدون آزادی بزنم. اونجا در 4 ردیف که در میان هر ردیف جا برای رفت آمد مردم گذاشته بودند، دست فروش ها اجناس خودشون رو روی زمین پهن کرده بودند. من حدود 30 دقیقه راه رفتم ولی به انتهای این صف نرسیدم و برگشتم. از کاروبار عده از فروشنده ها سوال کردم. گفتن بیشتر این دست فروش ها از شهرستان ها اومدن، از کرج گرفته تا کرمانشاه. به درد دل یکی از اونها گوش کن. ناشوری. 800 تا
دست ناشر دست ناشر بد نیست در پایان هم به ساز آواز مردی گوش کنیم که بیرون ایستگاه مترو محلی که من اونجا اسکان داشتم می نشست برای مردم ستار می زد و می خوند و تا جایی که من یادمه آهنگای شاد می خوند. شاید برای اینکه می دونست مردم حتی برای چند لحظه هم شده نیاز به این شادی دارن و شاید برای همین پول بیشتری در جعبه سازش بریزن. یه روز وقتی از مترو بیرون اومدم مثل همیشه نشسته بود و ساز می زد، اما مثل همیشه آواز شاد نبود. منتظر شدم تا آهنگش تموم شد، باهاش به درد دل نشستم. گفت کارمند اداره در کرموشا بودم، اداره منحل شد و من به دنبال کار به تهران اومدم و چون کاری پیدا نکردم گفتم از هنرم استفاده کنم و پول در بیارم و برای خانوادم بفرستم. سوال کردم میتونم فقط صداش رو ضبط کنم؟ گفت اگه میخواین میتونید تصویرم هم ضبط کنید. پرسید چه آهنگی دوست دارید؟ گفتم همونی که داشتی میخوندی. گفت باشه چشم. امروز دلم هوای خانوادم رو کرده بود و خوند. گزارش همکارمون پروین افتخاری بود از دستفروشی در ایران و بخشی از مشکلات دستفروشا. به پروین عزیز خسته نباشید میگیم برای این گزارش خوبش. فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد خبری منتشر کرده که یونان مجدداً مجبور شده مقررات شنگن رو عمل کنه و پناهندگانی رو که پس از انگشت نگاری در یونان به کشورهای دیگه اتحادیه اروپا رفتند اما مجدداً به این کشور بازگشت داده شدند رو بپذیره. برخی از کشورها از جمله سوئد هم که از مدتی پیش به خاطر شرایط سخت پناهجوها در یونان اونا رو به اون کشور بر نمی گردوند، حالا پناهجوها رو دوباره به یونان بر می گردونه. توضیحات بیشتر رو میتونید از زبان عبدالله اسدی، مدیر همبستگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد بشنوید. کشورهای اروپایی خیلی وقت دنبال این هستند که تغییرات بنیادی در سیاست پناهندگیشون به وجود بیارن و دارن میارن. به هر حال تا اونجایی که به کشور یونان برمیگرده، خب کشورهای اتحادیه اروپا به دلایل خاصی که داشت از اوایل سال 2011 به بعد پناهجویانی که از راه یونان می اومدن، یعنی اثر انگشت یونان داشتن یا اونجا ثبت نام شده بودن یا با ویزای اون کشور به کشورهای دیگه می اومدن،
بازگشت داده نمی‌شدن. حالا شما فکر میکنین آقای اسدی چرا اینا این تصمیم رو گرفتن؟ اول برگردوندن و قطع کردن و بعد حالا دوباره تصمیم دارن این کارو بکنن؟ خب شاید اقتصادی یونان خیلی بد شده بود و هزاران پناهجویی که جایجه دنیا در یونان جمع شده بودن سالها بود به پرونده هاشون رسیدگی نمیشد. همزمان در سال 2010 حدود 50 پناهجوی ایرانی در آتن دست به اعتصاب غذایی خیلی طولانی زدن. همزمان یک پناهجو افغان به دادگاه اروپا شکایت کرده بود. در رابطه با پناهجویان ایرانی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی باز به دادگاه اروپا شکایت کرده بود. مجموعه این شکایت ها و انعکاس تحسن بزرگ و طولانی مدت پناهجویان ایرانی در همه دنیا به ویژه در کل کشورهای اتحادیه اروپا شنیده شد و عکس و تصاویر اعتصاب پناهجویان در بسیاری از تلویزیون های اروپایی ها نشون داده شد. مجموعه اینا باعث شد که دادگاه اروپا تصمیم گرفت فعلا و به طور موقت کشور یونانو از مقررات شنگن و قرارداد دوبلین خارج کنه و از اون موقع تا به حال هیچ پناهجویی به یونان بازگشت داده نمیشد. اما دو ماه پیش اتحادیه اروپا در جلسه ای که هر 27-8 کشور در آن شرکت داشتند به این توافق رسیدن پناهجویان دوبلینی را به یونان هم برگردوند و این تصمیم رو به اجرا گذاشتن و از اون موقع شروع کردن و این سیاست رو اجرا میکنن و عملی میکنن و موافقت کشور یونان هم جلب کرده. ولی در این حال وزیر کشور یونان خودش اعلام کرده که ما تعهد نکردیم که همه پناهجویانی که از یونان به کشورهای دیگر رفتن بپذیریم. گفتن میپذیریم ولی تعداد کمتری. حالا آقای اسدی تا حالا مشخص شده که اینا از چه کشورهایی میپذیرن و این شرطی که یونان گذاشته گفته مثلا یه عده رو میپذیریم یه عده رو نمیپذیریم مقصودشون چیه؟ یعنی چه کسانی رو میپذیرن و چه کسانی رو نمیپذیرن؟ ما نمیتونیم بفهمیم واقعا این تعداد چند درصده و چه کسانی رو میپذیرن برگردونن و چه کسانی رو نمیپذیرن و چه از چه کشوری میپذیرن و از چه کشورهایی نمیپذیرن. اینها هنوز روشن نیست. چیزی که روشن هست الان کشور یونان به هر حال مثل بقیه کشورهای دیگر در مورد مقررات دابلین بهش برخورد میشه. در این حالم اینطوری هم هست، اگر هر کدوم از این کشورهای اتحادیه اروپا بخوان پناهجویی رو به کشور دیگه برگردونن باید اول موافقت اون کشور رو جلب کرده باشن، اگر نه یک طرفه نمیتونن هیچ پناهجویی رو در خود کشورهای اتحادیه اروپا بازگشت بدن. در نتیجه برای این هم برای هر تک پناهجو در هر کشور دیگه اتحادیه اروپا باید اول موافقت مقامات مهاجرتی یونان رو جلب بکنن و بعد بتونن مثلا بفرستنشون. الان با این صحبتی که وزیر کشور یونان کرده میشه گفت ممکنه تعدادی رو نپذیرن، میشه گفت تعدادی رو میپذیرن، شانسی هم میشه. از بعد از اینکه این تصمیم رو مجددن گرفتن از سوئد کسی رو برگردوندن به یونان تا جایی که شما اطلاع دارین؟ همین دو ماهی که این قانون به هر حال به تصویب رسیده به چند پناهجو در سوئد گفتن شما هم شامل قانون بازگشت به یونان شدین، ولی هنوز اجرا نشده، ولی هنوز پناهجو رو
تا حال به یونان برنگردوندن، ولی بهشون گفتن من با خانمی در شهر مالمو صحبت میکردم، تازه اومده بود و رفته بود در دفتر اداره مهاجرت خودشو معرفی بکنه. وقتی پاسپورتشو نگاه میکنه، خانمی که میخواد ثبت نام بکنه و ازش اثر انگشت بگیره بهش میگه که تو اگر اینجا درخواست پناهندگی بکنی، دولت سوئد تو رو به یونان برمیگردونه به دلیل اینکه ویزای شما مال یونانه. اون هم میگه من شنیدم به یونان کسی رو بر نمیگردونن. گفته نه درسته این، ولی تازگی تصمیم گرفتن این کار رو دارن میکنن. برای این پناهجو چه راه حلی وجود داره؟ تصمیم گرفت درخواست پناهندگی نکنه و مجبور بشه 6 ماه در سوئد بمونه تا اینکه اجازه درخواست پناهندگی در سوئد پیدا بکنه، چون پناهجویانی که با ویزای کشورهای دیگر اتحادیه اروپا میان ولی در یک کشور دیگه، مثلا اگه کسی با ویزای مثلا نروژ یا دانمارک بیاد و بخواد در سوئد درخواست پناهندگی بکنه، باید 6 ماه در سوئد خودشو معرفی نکنه و این جزو مقررات دابلین 3 هست، از سال 2012 به تصویب رسیده و این سیاست رو تحت رعایت کردن. 6 ماه اگه کسی بمونه دیگه برش نمیگردونن. الان هم که شرایط در یونان تغییری نکرده؟ شرایط در یونان بهبود پیدا نکرده. بسیاری از پناهجویان در پارک ها میخوابن شب. بسیاری از پناهجویانی که در کمپای پناهندگی اسکان درده شدن از پایین ترین استانداردهای زندگی برخوردارن، از نظر حموم، از نظر نظافت، دستشویی، بهداشت، دیوارهای پوسیده، نداشتن کمک هزینه، بیکاری، رسیدگی نکردن به پرونده پناهندگان. کودکان زیادی در بازداشتگاه ها ماها میمونند، رسیدگی نمیشه به پرونده شون. پناهجویان وقتی دستگیر میشن توی مرزهای اون کشور کتک میخورن، یا صدها نفر توی سالون یا زندان میکنن که مثلا بسیار استانداردش پایین هست، بسیار رسیدگیشون به بازداشت شدگان پایین هست، از نظر غذایی، از نظر بهداشتی، از نظر بیماری هایی که واگیر هست. و من صدای اینا رو مرتب میشنوم، تماس میگیرن، گزارش میکنن و نگرانن که چه به سرشون میاد و چرا بیگناه تو این بازداشتگاه ها اینقدر طولانی نگه داشته میشون. این کدام دست استاندارد اتحادیه اروپا اینو میگه؟ هیچ اتفاقی توی یونان به نفع پناهجویان نیفتاده. این که میگن به لحاظ اقتصادی کشورهای دیگه در این 2 سال بهش کمک کردن، ولی کمکایی که کردن هیچ چش رنگ و بو در زندگی پناهجویان پیدا نکرده. هیچ کدوم از این از شرایط و زندگی امروز پناهجویان رو در یونان تغییر نداده و اینا واقعا تعداد زیادی از این پناهجویان از اون پناهجویانی بودن در سال 2015 به طرف سوئد و آلمان اومدن و 70,000 نفرشون توی یونان جلوشون رو گرفتن، نتونستن بیان و اینا موندن. با وجود این شرایطی که شما اشاره کردین، ولی مرتب روزانه تعداد زیادی از پناهجویان وارد یونان میشن از طریق ترکیه. آمار دقیقی که مثلا کشور یونان گفته، روزانه 80 پناهجو با قایق از ترکیه وارد جزایر یونان میشه روزانه. تعداد بیشتری هم ممکنه وارد بشن بدون اینکه رسیدگی به امور این پناهجویان واقعا بشه در یونان. با سپاس از عبدالله اسدی، مدیر همبستگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد، در مورد اجرای دوباره مقررات شنگن برای پناهجویانی که از یونان به کشورهای دیگر رفتن. با بخشی از ترانه پناهنده با صدای نیما چهرازی برنامه رو ادامه میدیم. با وعده های رنگ رنگ تو هم میخوای بیای فرنگ،
این شادی کنی، سلام به آزادی کنی. خسته شدی از رنج و غم، از شکوه‌های دم به دم، با چادر و شال و کلاه از چاله افتادی به چاه. دنبال یک راه نجات به کوه و صحرا میزنی، با زورق عشق و امید به قلب دریا میزنی. میخوای پناهنده بشی، از خاک خود کنده بشی، به جست و جوی زندگی تو هم پراکنده بشی. نمیدونی سختی داره، هزار تا بد بختی داره، مهر غریب خوردن، لحظه به لحظه مردن. مهر غریب خوردن، لحظه به لحظه مردن. همونطور که در جریان هستین، اخیراً تعدادی از چهره‌ها و دست‌اندرکاران سینما در ایران چشم به روی زندگی بستن. از ناصر ملک مطیعی و عزت الله انتظامی تا حسین عرفانیان، دوبلور و چند کارگردان، هوشنگ آزادیور، ضیاءالدین دوری و در هفته گذشته هم یدالله صمدی. بله، یدالله صمدی کارشو در سینما از جوانی و با دستیاری کارگردان از جمله با نصرت کریمی آغاز کرد. او در مجموعه تلویزیونی پربیننده دور و دراز حامی و کامی در وطن و چند فیلم کوتاه مثل شب نشست و محسن دستیار همکارمون محمد عقیلی بود. بله، ما همکار بودیم در گروه ایران پژو، در کنار آقای نادر ابراهیمی مجموعه حامی و کامی رو می ساختیم سال 1356 و 57. بعد از تعطیل ایران پژو به دلیل توقیف مجموعه، تعدادی از همکارای تعاونی فیلمسازی به اسم همراه تشکیل دادیم و در این تعاونی صمدی اولین فیلم خودش رو در سال 1363 ساخت، فیلم مردی که زیاد می‌دونست که جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره فجر در اون سال رو هم براش به همراه. درسته، تو دیگه اون آدم سابق نیستی، تو حالا یک هیولا شدی، یک درنده افسار گسیخته. این راهی بود که تو پیش پای من گذاشتی، ولی من هزار تا راه پیش پای تو گذاشتم. تو کثیف‌ترین و بیراه‌ترین میونبر رو انتخاب کردی و دنبال لفتولیس خودت رفتی. صمدی خیلی آرام و به دور از جنجال کار میکرد. در کنار فیلمسازی البته فعالیت‌های صنفی هم داشت. چند سال رئیس کانون کارگردانان و مدیر عامل خانه سینما بود. اما برجستگی کار یدالله صمدی بها دادن به اقوام و زبانهای دیگه ایران به جز فارسی و در واقع در افتادن با تسلط زبان فارسی بر سینما ایران بود. او چند فیلم به زبان آذری در آذربایجان ساخت، مثل سابالان، سارای، دمرول. متاسفانه با مرگ هر فیلمساز امکان ساخت فیلمهای خوب و با ارزشی هم از بین میره، مثل عباس کیارستمی در دو سال پیش که نه فقط ایران بلکه جهان سینما رو هم اندوکین کرد. اگه اجازه داشته باشم به خانواده یدالله صمدی و به تمام همکارانی که در طول سالها فعالیت در سینما و تلویزیون داشتیم تسلیت میگم. یادش گرامی. محمد عقیلی، حمید عسکری فیلمساز جوان اهل کرمان هم که یدالله صمدی رو از نزدیک می شناخت، در گفتگویی با ما به کار او در پرداختن به فرهنگ و زبان اقوام ایرانی اشاره می کنه. ایران سرزمین اقوام متعدد هست. داشتن یک زندگی مسالمت آمیز در کنار یک دیگر علی رغم
دارا بودن تمامی تفاوت‌های گویشی، پوششی و رفتاری این قوم‌های رنگارنگ از جمله شگفتی‌های این بخش از جهان خاکی ما به شمار میره. سینمای ایران خوشبختانه همواره و از همون ابتدا به خوبی متوجه این ویژگی منحصر به فرد سرزمین مادری خودش بوده و همواره تولید فیلم‌های با مضمون قوم‌نگارانه رو در دستور جدی کاری خودش قرار داده. زنده یاد یدالله صمدی یکی از برترین سینماگران حرفه‌ای ما به شمار میرن که بخش زیاد و قابل توجهی از فعالیت هنری خودشون رو صرف تولید فیلم‌های خلاقانه با مضمون اقوام ایرانی می‌کنند. یاد همه این هنرمندان گرامی در سینمای امروز ایران باقی میمونیم. در جریان برگزاری جشنواره فیلم یاری در استکهلم با دو تن از مهمانانی که از ایران در این جشنواره شرکت داشتند گفتگویی داشتیم. در بخش اول این گفتگو به پرداختن اندک سینما به اعتیاد و بی‌توجهی به سینمای کودکان پرداخته شد. در بخش دوم که امروز میشنویم به برخی از موضوعات دیگه سینمای امروز ایران میپردازیم. نخست بهمن کامیار که از سختی تولید فیلم‌هایی درباره مسائل روز جامعه میگه. بله به طبع ما که در سینمای ایران تو شاخه سینمای اجتماعی فعال هستیم، به طبع موضوعاتی که به عنوان فیلم انتخاب میکنیم که روش کار بکنیم موضوعات به روزی به تب باید باشه که برای مخاطب هم جذاب باشه. من با 3 تا فیلم در جشنواره حضور دارم و این خیلی اتفاقی، این اتفاق افتاده و خیلی هم برای من البته بسیار جذابه. 2 تا فیلمی که در واقع به عنوان کارگردان کار کردم در جشنواره پذیرفته شده و 1 فیلم رو هم که من تهیه کنندش بودم در جشنواره حضور داره. فیلمی که تهیه کننده بودم صد معبر هست که موضوعش هم اتفاقا خیلی موضوع جنجالی این سالهای اخیر در واقع جامعه ایرانه که برمیگرده به زندگی یک مأمور صد معبر شهرداری که با یک دست فروش در واقع درگیر میشه و اتفاقاتی رو رقم میزنه. فیلم دیگه که در جشنواره دارم به عنوان کارگردان فیلم در وجه حامل هست که اون هم به یه موضوع خیلی همیشه، البته این موضوع روز بوده در جامعه ایران و اون هم موضوع تغییر نرخ دلار، تغییر نرخ ناگهانی دلار و تأثیری که میذاره رو زندگی یه قشری از جامعه که شاید تا الان اصلا دلار رو دستش هم نگرفته. یعنی حتما جزو فیلم‌های پرفروش خواهد شد. البته به فروشش خیلی نمیشه در واقع حد زد، چون که در ایران خب با توجه به روحیه مردم یه مقدار فیلم‌های کمدی فقط خیلی خوب میفروشه. بله پرفروشن بله، این فیلم‌ها الان. بله ولی فیلم‌های ما خب اساساً خیلی فیلم‌هایی نیست که برای فروش ساخته شده باشه. بله اون فیلم هم در مورد این موضوع در واقع صحبت می‌کنه و روی خانواده‌ای در واقع صحبت داریم و موضوع رو داریم بررسی میکنیم که قهرمان یا همون شخصیت اصلی فیلممون میگه من اصلا دلار تا حالا دستم نگرفتم، اما به خوبی داره تأثیر تغییر نرخ دلار رو زندگیش حس میکنه. فیلم بعدی که در جشنواره دارم اون هم به عنوان نویسنده و کارگردان فیلم مرداد هست که موضوعش موضوع سخت جنینه و موضوعی که در ایران به هر حال اون هم جز معضلاتی که توی جامعه ایران الان خیلی متاسفانه وجود داره، به دلایل مختلف زوجهای جوان دست به این کار میزنن. شما گفتین زیاد براتون فروش فیلم مهم نیست، بیشتر علاقه مندیتون اینه که با چه سوژه هایی کار کنین. فروش فیلم مهم هست، منتها منظورم اینه که صرفا نمیشه به فروش فیلم برای گیشه صرفا ما فیلم واقعا نمیسازیم، چون اعتقادم اینه که وظیفه سینما خیلی فراتر از سرگرمیه. یعنی اگه ما بخوایم سینما رو به عنوان یک هنر صرفاً انترتینمنت تصور بکنیم خب به طب نگاهمون و مسیرمون در سینما یک مسیری خواهد بود،
اما وقتی که به سینما به عنوان یک هنری نگاه بکنیم که قراره یه سری دغدغه‌های شخصی و اجتماعیمون رو توش مطرح بکنیم و از طرفی دوست داریم ماندگار باشه، به طب اونجا نمیشه دیگه فقط بعد سرگرمیش رو در نظر گرفت. فروش همیشه مهم بوده در سینما، اما در واقع انگیزه تصمیم برای ساخت فیلم برای من فروش فیلم نیست. چون یک واقعیتی این بالا رفتن قیمت دلار و هزینه هایی که صورت میگیره، فکر میکنین این چقدر میتونه روی فیلم سازی تاثیر بذاره، رو تهیه فیلم؟ متاسفانه تاثیرشو گذاشته همین الان و امسال با توجه به اتفاقاتی که افتاد در اقتصاد جامعه ما، تولید به شدت کاهش پیدا کرد. یعنی عملا من نه به عنوان تهیه کننده و نه به عنوان کارگردان دستم دیگه به میزانی که مثلا پارسال چند سال پیش باز بود برای تولید باز نیست، چون به شدت همه چیز گرون شده، تجهیزات اجاره‌اش گرون شده، دستمزدها به تب رفته بالا و ساخت فیلم به شدت سخت شده برای سینمای مستقل منظورمه، وگرنه اون سینمایی که در واقع از سمت بودجه‌های دولتی و اینها ساپورت میشه شاید خیلی براشون این اتفاق تعیین کننده نبوده. اما برای ما که در سینمای مستقل کار میکنیم و خب سرمایه‌مون رو از بخش خصوصی یا خودمون تأمین میکنیم، به شدت متاسفانه تاثیرگذار بوده و من خودم پروژه جدیدمو تعطیل کردم به خاطر همین اتفاقاتی که افتاد. و یعنی من 3 ماه پیش قرار بود فیلم بعدیمو کار بکنم که به همین دلیل، دقیقاً به همین دلیل عقب افتاد. گفته میشه که اخیراً فیلمای خیلی خوب ساخته نمیشه، شما اینو قبول دارین؟ دلیلش برمیگرده به این که همون بحث فروش، متاسفانه با توجه به این که به هر حال ما باید بپذیریم که مخاطب جامعه است و بازخورد روحیه جامعه رو ما تو سینما خیلی خوب میتونیم رصد بکنیم، جامعه ما جامعه متاسفانه افسرده و ناراحتیه چند سال شده و مردم خیلی به سمت فیلم‌های کمدی صرفا اقبال نشون میدن و فیلم‌های کمدی هم با توجه به محدودیت‌هایی که در سینما ایران وجود داره رفته به سمت کمدی‌های نازل و فیلم‌های متاسفانه سطح پایین. وقتی میرم تو سینما با سینما مواجه نمیشم، با فیلمی که برای من معنای سینما رو تداعی بکنه در ذهن من مواجه نمیشم، صرفا با یه محصول تصویری مواجه میشم که قرار من رو به زور و با هر ترفندی فقط بخندونه. خب به طبع این سینما نیست. یعنی ما الان در سوئد هستیم، مهد سینمای متفکر اینگمار برگمان، و دوست داریم وقتی میریم تو سینما با سینما مواجه بشیم، با زبان سینما مواجه بشیم. تو ایران مدتی هست که متاسفانه فیلم هایی که اکران میشه و با اقبال مواجه میشه و روی پرده میمونه برای مدت های زیاد، فیلم هایی هستن که فاقد این نوع کیفیت هستن و فیلم های خوب ساخته میشه منتها مجال عرضه پیدا نمی کنن، یا اگر اکران میشن اینقدر کم اقبال میشه نسبت به گیشه، نسبت به این فیلم ها روی خوش نشون نمیده که این فیلم ها خیلی زود از روی پرده برداشته میشن و فرصت نمایش ندارن. فکر میکنین فقدان آقای کیارستمی چه تأثیری در سینمای ایران داشته؟ آقای کیارستمی به نظرم فقدانش روی سینمای جهان تأثیر گذار بوده. کیارستمی جز معدود فیلم سازهایی هستش که مؤلفه، یعنی در واقع همونقدر که برگمان برای سینمای جهان غنیمت و بزرگ بود، به نظرم کیارستمی هم در کلاس خودش آدم بی‌نظیر و استاد مسلمی بود که رسیدن به اون سینما کار هر سینماگری نیست. یعنی سینمای کیارستمی در عین سادگیش بلوغی درش حضور داره و یک روحی درش حضور داره که رسیدن به اون در سینما بسیار سخته. من فیلمسازی که تا حدودی میدونم داره به این مسیر نزدیک میشه، اما واقعا بعیده که به کیارستمی نزدیک بشه و من خیلی بهش علاقه دارم، فیلمساز ترکی نوری بیلگه، اون هم در سینماش سعی میکنه به اون میزان از صداقت و سادگی برسه، اما هنوز راه زیاد داره تا کیارستمی شدن و در واقع از دست دادن کیارستمی ضایعه‌ای بود برای سینمای جهان و به تبع چون یک ایرانی بود برای ما خیلی غم‌انگیزتر بود این قضیه و خیلی حیف شد که ما آقای کیارستمی رو چقدر زود از دست دادیم. خیلی ناگهانی و غافل گیر کننده. بله و ای کاش ایشون، اگرچه اگه زنده بودن هم من نمیدونم آیا امکان فیلمسازی برای ایشون مهیا میشد یا نه، اما همین که ایشون سایش بالای سر سینما بود میتونست برای ما نعمتی باشه. بسیار ازتون سپاسگزارم. منم همچنین.
پژمان بازقی بازیگر هم ضمن اشاره به استقبال مردم از فیلم‌های کمدی از کمبود سالن نمایش برای فیلم‌های خوب گله می‌کند. یه تأسف بخورم راجع به این که ما در فیلم‌های کمدی داریم به گذشته‌مون می‌خندیم. فیلم‌های ساخته میشه راجع به دهه 60، دوران جنگ، جایی که مردم خیلی سختی کشیدن و ما داریم به نوستالژی خودمون میخندیم. این خیلی بده که ما به جای اینکه به گذشتهمون افتخار بکنیم داریم بهش پوزخند میزنیم. فیلم هایی ساخته میشه، اسم نمیبرم، که همش راجع به اتفاقات دهه 60، اتفاقات سطحی دهه 60. برای استقبال میکنن مردم، فعلا مردم ایران کمدی میخوان نگاه کنن، خیلی دغدغه فرهنگیشون، شاید هم نمیخوان باور بکنن اون اتفاقی که در اجتماع داره میفته. فیلم های ساخته میشه راجع به موضوعات روز اجتماع، راجع به اتفاقات روز اجتماع، اما خب استقبال نمیشه. باز هم بالاخره پخش کننده ها بیشتر دوست دارن برن سمت فیلم های کمدی که بتونن فروش بیشتری داشته باشن. ولی میگن که فیلم های خوب خیلی کم دیگه ساخته میشه، شما چقدر اینو قبول دارین؟ اتفاقا فیلم های خوب زیاد ساخته میشه، جایی برای عرضه وجود نداره. ما الان سینمای مستقل ما، یا بهش میگن اصطلاحاً هنر و تجربه، فیلمسازای بسیار خوبی داریم که با حداقل امکانات با لو باجت دارن فیلم میسازن، اما اکران نمیگیرن، یک لاین گذاشتن به اسم هنر و تجربه، فیلم‌ها رو اونجا نمایش میدن. یک چیزی شبیه سینماتیک فرانسه، یعنی قراره که یه سری فیلم‌ها فقط در اونجا نمایش داده بشه و فقط مخاطبین خودش رو داشته باشه. این اتفاقاً خیلی فیلم‌های خوبی ساخته میشه در ایران. خیلی فیلم‌های خیلی بچه‌های شهرستان خیلی خوب دارن فیلم می‌سازن، مخصوصاً در گیلان، در تبریز فیلم‌های بلند خوب می‌سازن، فیلم‌های بومی خوبی می‌سازن، با بازیگران بومی ساخته میشه. اما میگم باز شما 85 میلیون جمعیت رو در نظر بگیرید که فقط همین فیلم هزار پایی که 35 میلیارد شده، فقط 3.5 میلیون نفر رفتن فیلم رو دیدن. تازه از این 3.5 میلیون نفر خیلی‌ها چندین بار فیلم رو دیدن. یعنی ما یه مخاطب مثلا فکر می‌کنم سالانه 15 میلیون مخاطب برای سینما داشته باشیم که این عدد قابل توجه نیست واسه کشور 85 میلیونی. چرا؟ برای اینکه ما در خیلی از شهرستانامون نه سالن مناسب داریم، نه فضای مناسب تبلیغاتی داریم. من همیشه از به دوستانی میپرسم، میگم فضای فرهنگی محیطی تهران بعد از افزایش جمعیت، بعد از انقلاب، از 35 میلیون به 85 میلیون چقدر فضای فرهنگی ما داریم، چقدر بیلبورد داریم برای سینماها، چقدر میتونیم گالری ها رو معرفی بکنیم، چقدر میتونیم نمایشگاه ها رو معرفی بکنیم؟ ما اصلا همچین فضای وجود نداره. تهران سراسر شده بیلبورد های تبلیغاتی و فضای فرهنگیش از بین رفته. این واقعا به نظر من اگر تعداد سالن های نمایش بیشتر بشه در ایران، نه در تهران، در همه جای ایران، میتونیم امیدوار باشیم که سینمای مستقل و فیلم های خوب هم ببینیم. به هر حال سینمادار ترجیح میده که سالنش پر باشه و ترجیح میده که فعلا استقبال مردم از فیلم های کمدی هست. توی ایران الان کسانی که دستن در کار سینما بودن یه خود قدیمی تر کلاس های بازیگری میذارن، آیا هنرمندی، هنرپیشه ای از توی این کلاس ها در اومده فکر میکنین؟ بله، خیلی از جوان هایی که اومدن از همین کلاس ها هستن. ولی اینکه الزاماً شما با تکنیک بتونید یک بازیگر بشید، اینکه به هر حال فکر میکنم اصلا وجود نداره. اول از همه غریزه است، اول از همه اشتیاق، اول از همه اون علاقه است که آدم با سینما داشته باشه و بعد در کلاس ها این استعداد و این علاقه تقویت پیدا میکنه و آموزش میبینه و مسیر درست پیدا میکنه. و همین دلیل خیلی از بازیگرای نسل جدید ما فکر میکنم از همین کلاس های بازیگری اومدن، که حالا اسمشون نگیم بهتره. سپاسگزارم ازت. متشکرم، ممنونم از مصاحبهت. دیگه تنها نمیذارم.
قصه گوی عشق، تو بهترین کلامی، قشنگترین خیالی که هر نفس با هامی. وقتی توی کنارم آسمونا بیرنگه، میام به دیدن تو، دنیا با تو قشنگه. برای دیدن تو دست میگیرم فانوس ما، تلسم راهو میشکنم، میگذرم از شب سیاه، به گوش کوه و در و دشت اسم تو فریاد میزنم، تا هر جا هستی بشنوی که تنها عاشقت منم، که تنها عاشقت منم. برای دیدن تو ثانیه ها رو میشمارم، برای دیدن تو من از یه دنیا دل میبرم، برای دیدن تو هزار بار میمیرم، برای دیدن تو دوباره من جون میگیرم، برای دیدن تو ثانیه ها رو میشمارم، برای با شنیدن بخشی از ترانه دیدن تو با صدای هنگامه به پایان برنامه این هفته از دور از نزدیک رسیدیم. من بهمن چهلمیرانی به اتفاق زینت هاشمی تهیه کننده برنامه و محمد عقیلی و بهروز چهلمیرانی مسئول تصویری برنامه بهتون بدرود میگیم و براتون آرزوی هفته بسیار خوبی رو میکنیم. روز بخیر.